خدمت آقای منصور کوشان هستیم در دور از دیار در دیار, دیار غربت و خدمت نشستیم به دیاتا و خاطرات و اینکه چه بر ایشان گذشته است تا به امروز و از خاطراتشون و خطراتشون بشنویم آقای منصور کوشان تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بفرمایید بفرمایید که شما در چه خانواده متولد شدید در چه محیطی بزرگ شدید و چگونه شد که به فرهنگ و ادب و تاعت علاقه من شدید خیلی خوشحالم سپاسگزاری بکنم بل در اسفهار در پنج دی ماه 1327 به قول مادرم در یک برف سنگین متولد شدم در یکی از محلات پرجمعیت اصفهان چهار سوق شیرازی ها در همان خیابان هم بزرگ شده و اگرچه چند سال بعد در یک خانه دیگه مستقر شدیم من پنجم فرزند خانواده هستم و یک خانواده پرجمعیت به اصطلاح عیال بار یازده خانواده هستیم و در کودکی به یک دبستان ملی رفتم به نام مفید دیدی دبستان مفید دیدی که از اسمش بر بیاید که مدرسه مذهبی بود و من تنها فرزند خانواده دارم که مدرسه بلی رفتم و این درس را خوندم و خیلی خلاصه در این لحظه من تنها فرزند خانواده هستم که به اصطلاح ایوری ها لایک هستم و یا به چیز ویشه اعتقاد ندارم و یا دین و مذهبی در من وجود ندارم دوران دبیرستان رو هم در همون در همون اسمحال در همون خیابان به زندگی درس خواندم به نام حافظ ابو و در کلاس هشتم یادم هست که شروع کردم به انشاء نوشتن و گاهی کتابهایی رو از یک کتابخانه در محله بر قرض میکردم کرایه میکردم و میخواندم آن معلم اون سالها که خاطرم هست اسمش بود نوربخش و بسیار بعدها, شدید... بعدها, دیدم که بسیار شبیه به تصویرهای صادق ادایت هست قیافش بود او خیلی رو تشویق میکرد به نوشتن این ها و چه در ساعتهای مختلف دستور و ابلاغ و فارسی و همه اینا یک بار منو میگفت که بیا یه انشا بخوان و من کم کم اگه انشاها رو شکل داستانی دادم و بعد شعر نوشتم در همون کلاس دیگه فکر کنم شعر می نوشتم و مجله جوانانی که اون موقع منتشر می مسابقه شعر داشت موضوع میداد و از شما میخواست خواست به که در این مسابقه شرکت کنید من در مسابقه شعر یادم هست موضوع بود فضا این همزمان میشه با رفتن اپولوی چهارده به فضا این هم این شعر رو داده بود من شدم دوم در این مسابقه و شعر من به صورت رنگی در پشت صفحه جلد مجله جوانان رنگی چاپ شد حالا بر اثر یک اختلافی که با معلم طبیعی پیدا کرده بودم و مشکلات دیگه به عنوان یک دانش آبوز نعارا از دبیرستان اخراج شدم و بعد به دلیل همین مشکل بدارس دیگه اسم من رو نمیدوشتن و برادر من که دبیر بود به خواهش مادرم حاضر شد اسم من در یک دبیرستانی بنویسه که اون بود دبیرستان نمونه من در اونجا با شخصیت مدرسته که امروز یکی از بندگارترین چهره های ادبیات داست، داستانی ماست به نام هوشنگ گلشیری و چند معلم فرهیخته دیگه آشنا شدم خاطرم از خیلی بیتونه برای جذاب باشه که همزمان بود با همین چاپ همین شعر و اون شعر که چاپ شده بود چهار سطر رو حذف کرده بود ولی هرچه دوتا رو با هم مقایسه کردم نمیفهمیدم که چه اتفاقی افتاده که این چهار سطر حذف شده و در زنگ تفریح که می‌دارست، گفته بودن بچه ها عموشای گلشیری معلم ادبیات شعر و داستان هم و بعد دوبار کرده بودم و همون هفته دیدم که شعری از او در بجله خوشه احمد شاملو منتشر شده است گشتاق رفتم به سراغش هم بطن دست خط ما دام هم شعر چاپ شده پشت بجله جوانان را و پرسیدم ممکنه لطف کنید بگید که چرا این چهار تا رو حذف کرد؟ او هر دو تا شعر رو نگاه کرد هر دو ورسیون هر دو متن رو نگاه کرد و با لبخندی گفت که هیچ کدومش به درد نمیخوره برو به دور این سرآغاز گفتگوی من با هوشنگ گلشیری است که این تداوم پیدا کرد تا پیش از مهاجرت من و پیش از تبعین من یا پیش از مرگ او بعد از حال کس گریخته به حال با ادبیات از طریق اوشنگ گلشیری بیشتر آشنا شده بعد با دوستان جوان اسفحان مثل دوستانی مثل رضا فروخبار مجید نفیسی یونس تراکبه رضا شیروانی محمود نیکفخ حسن سفتری آشنا شدم که اینها نسل جو... جم... همسند من بودند که به ادبیات بودر علاقه داشتن و خیلی سخت کار میکردن و بعد با نسل بزرگتر اسفحان که مشهور هستن با جنگ... به جنگ اسفحان جمع جنگ اسفحان مثل خود حوشای گرشیری، برادر احمد گرشیری، محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی، محمد کلباسی و ارزم به خبر زیاب و محر، امیر حسین افراسیابی آشنا شدم و در جلسات پنجشنبه ها که هر بار در خانه یک کسی از این دوستان بزرگتر بود برگزار گذار شد من شرکت کردم و از آنجا که برادرم در تهران رفته بود در کلاس های اسکوهی مصطفی اسکوهی که او موقع مشتبه آموزشی تئاتر آناهیتا را داشت و بعد تئاتر کار کرده بود و بعد رفته بود از کارگاه نمایش که خانم خوجستکیا و بیژن سفاری های عرفا را داخته بودند و برگشته بود به اسمهار و در فرهنگ و در کار میکرد من تشویق شدم به نوشتن نمایشنامه، در ابتدا خاندن نمایشنامه و بعد نوشتن نمایشنامه و آرام آرام به این سو حرکت کردم و بیشتر تمرکزم و گذاشتم روی خالدن و مطالعه تئاتر و نواشتابه و نوشتن نواشتابه و در همین سالهای دبیرستان بود که همین برادرم نواشتابه هایی از من رو برای تلویزیون فرستاد با اون جایزه ای گرفت که در اون زمان به هزار تومن خیلی پول بود و این من رو تشویق بیشتری کرد بعد دوستان بر مثل ورتزا به و بوغیر با از من رو کار کردن به نام تصویر ذهن من عبال و این اول برخورد من آشنایی من با سیستم سانسور بود برای که وزارت حضرت فرنگولر فقط به تیترش به سال میزنم برای شما ابول حول رو کرد و بعد سواک اسفهان ذهن رو حسب کرد و نمایشنامه به تصویر من به روی صحنه رفت بعد چند نمایش دیگه از من در اسفحال کار شد که بیشتر اولها رو آقای اکبر نشسته کار, کار گرداریم که در دانشگاه اسفحال فعالیت کردم من و بعد من لاغوزیر به سربازی رفتم دوران سربازی کوتاهی داشتم ادامه نمیدم خود داستانهای دوران سربازی رو و برگشتم به اسفهار و در مرحلی به نام مرکز فرهنگی در تلویزیون اسفهار مشغول به کار شدم و مسئول اونجا شدم و خودم چندین تاعت به روی صحنه بردم مثل الف لامی مثل عرض به خدمه که کلفتها ها مثل در منطقه جنگی از یوچین اولیر کلفت ها از جایجنه هست و ساعت دشوار و براباس از پار لگ کویست سوئدی در همین زمان هم من در کنار اینکه که به نوشتم نمایشنامه نق... های را نقد بررسی می‌کردم و... و چون اول موقع احمد میرالایی که کی از اعضای جرگه اصفهان بود به تهران رفته بود و سردبیر آیندگان ادبی بود یک سری بررسی روی تمامی آثار اکبر رادنی رو نوشتم و برای او فرستادم که به طور مسلسل در آیندگان ادبی چاپ شد به نام روزنهی به لبخند لبخند باشکوه آقای رادنی که یه همزمان بود با انتشار لبخند باشکو آقای گیل باز انتشار این به اصطلاح نخت ها و بازتاب خوشایل دار و تشویق اطرافیان که با دقتی ویژه خالده بودن و من رو تشویق میکردن به این و نگاه در تاعت آمدا به تهران جدا از مشکلاتی که به اصفهان برای من و امثال من فراهم کرده بود و در اصفهان در های مختلف از جمله همه آیندگان کار کردم بعد شدم دبیر صفحه کتاب و تئاتر ماهنامه رودکی که در زمان خودش یک مجله وزیر و سنگینی بود و از آن طرف هم با تلویزیون به صورت دستی گریخته همکاری داشتم و همان زمان نمایشی از و به نام فریادی برای گوشهای کر در تلویزیون زفت و پخ شده بود یا نمایشنابه ای به نام دو در روزابه های دیروز امروز فردا توسط خانوم شمسی فضلاللهی و خانوم خود ها که سفر بیکرده کار شد و و و دیگه تقریبا فکر میکردم که من میتوانم یک نویسنده نفی... حرفه ای باشم به ویژه که شما از طریق نوشتن نماشنامه میتوانستید در درآمدی داشته باشید یا نوشتن نقد در صورتی که خب در مورد شعر که بدهی بود در مورد داستان و امور به سه یا روی ادبیات داستانی به سختی شما می توانستید دریافتی و درآمدی داشته باشید حتی اگر که مرتب آثاری از شما منتشر می شود در همون سالهای پیش از انقلاب چند باش از من منتشر شد مثل قربانیان خواب پرهان و بعد انقلاب شد که داستان مفصلش رو همه دوستان می بعد بل در بعد از انقلاب چند سوای خیلی مدت کوتاهی رو برگشتم به تلویزیون یکی از افرادی بودم که مجوز تولید در تلویزیون داشت به دلیل سابقه که بلا نماشتامه ها رو اغلب از آیات قرآن گرفته بودم مثل ابو بیم که ارز کردم الغارت و ملغارت و که به نام وعده بلاغات اجرا شد یا اما یا تسالون بای یا بله الغراتو الغراتو بلا ساعت کوبلده چی؟ ساعت, ساعت کوبلده در دانشگاه اصفهان اجرا شد و باید تساؤل بلا به بعد بلاغا در سالون تاسف مرکز برنامه رادیو تلویزیون این سابقه استراورو شاد فکراله دیدی اگر به اسم برشو بزنیم یا کارگزاران فرهنگی آغاز انقلاب رو که همه ارگان ها رو اشغال کرده بودن برای داشت که با به اصطلاح به عنوان یک خودی نگاه کنند به من امکاناتی برای تئاتر و کار در تلویزیون بدهن و من چند سباهی هم با آقای کمال خرازی هم کاری کردم در همون آغاز انقلاب که ایشون بود رئیس و برنامه تلویزیون و بعد در گروه اعتعاد کار کردم و بعد دو مرتبه تلویزیون رو رها کردم و مجله ای منتشر کردم هفتگی به نام مجله هفتگی ایران که مسائل روز رو به اصطلاح بالا کس میکردم در اون بجله به اتفاق دوستانی مثل سیروس علی و فرج سرکوهی و یک چند تا دوست دیگه و یادم هست که اون مجله امروز هم هست که مرتب در آن مجله داشتهایی که خودم بنوشتم و که بنوشتم بدام هشیار میدانم دوستانی که از خودم بزرگتر بودن یا همسنان خودم،, هم خودم رو که همه به سوی سیاست رفتیم و اگر دیر به جبه ادبیات رو از دست بیدیم و این ادبیات و فرهنگ اگر که رحاق بشه و پالوده نشه در بعد از انقلاب عواقب نادرستی خواهد داشت که متاسفانه اتفاق هم افتاد و بعد نشریات بسیاری از جمله همین بجله ایران همزمان به کتاب هفته توقیف شد و من هم مثل بسیاری از نویسندگان و روشن دیگه ناگذیر به خانه نشیدی شدم و انزوا بعد از گوانم سالهای 64 بود که یکم فضا آرام تر شد یکی از تایی کنندگان تلویزیون آمد به سراغ من که تلویزیون به دنبال آدمی بگرده که هم ارفان رو بشنسه و هم تلویزیون رو بشنسه و ما هرچه کردیم کسی رو پیدا نکردیم جستو و تو یکی از اونا هستی که هر دو تا رو بشنسی و من تشویق شو کرد که برگردم تلویزیون و به صورت پروژه‌ای کار کنم دو در کاری رو که برای تلویزیون ارائه دادم اسمش بود زهر کوی زهر کوی یا که زندگی و آثار شاعران و نویسندگان عارف ایران رو به اصطلاح به صورت تلپلی یا تئاتر تلویزیونی کار کردم با هنر پیشکار بجسته اون زبان که برام گروه تئاتر شهر برای آرمی کار میکردم و من هم با همون نام هم با اینها کار کردم دوازده قسمت از اون سریال بیست و دو قسمت، قسمتی رو کار کردم نویسندهش بودم، طراحش بودم و کارگردانش ضبط شد و اونها همه توقیف شدن و من هم دیگه هم کاری نکردم دوباره از تلویزیون آمدم بیرون مدتی با مجله عادیله هم کاری کردم که اون موقع در بزرگ در اومد به نامهای مستعار آرش آرامی بردیا اسبحالی و و, و و و و و جالب هست برای دوستان که یک صفحه دیلی داشت مجله عادینه که وزارت ارشاد گفته بود که چون شما امتیاز دینی دارید موظفی در مورد دیل هم بنویسید و من اونجا چل مقاله در ارتباط با عرفای بزرگ ایران مثل بایزید بسنامی نوشتم که او صفحه هم مشکلی نداشته باشه و با اون روز مجله و بعد آمدم دنیای سخن رو که یک مجله بود در مورد جدول و ماشین و مسائل این شکلی آرام آرام به سوی فرهنگ و ادبیات کشاندم و بعد به هر حال نهایت سردبیریش رو پذیرفتم و وقتی که تمام مجله شد به صورت ادبیات با مشکلات رو برو شد و یک سالی تعطیل شد و بعد باز برای امرار معاش ناگذیر ترهایی به تلویزیون دادم و به تعدادی فیلم مستند فیلم داستانی و فیلم های در مورد مثلا مثل گیاه های داروهای گیاهی یا یا گیاهان دارویی و بیماری علمی برای تلویزیون ساختم و سرانجام از سال ۶۷ به بعد دیگر با اینکه امکانات پیشنهادات خوبی به شد که برگردم تلویزیون و کارهایی رو بکنم این کار رو نکردم و در این فاصله چند تا های سینمایی برای دوستان کارگردان سینما ها نوشتم با های مستعار که بتوانم با آنها امرار معاش کنم و بعد در همین فاصله خب بدهی است که من دیگه نمایشنامه نمی نوشتم و بیشتر داستال بنوشته و روبال نوشتم و در همین بخته حالا در ارتباط با جنگ روبالی نوشتم به نام محاق که من یک سال قبل از جنگ آن رو تمام کرده بودم ولی امکان انتشار نداشت بعد آقای عباس معروفی آمد به سراغ من که من مجله ای میخواهم در بیارم به نام گردون مجوز گرفتم و بیا با من همکاری کن و ما با هم صحبت کردیم و به یک توافقی رسیدیم و من در آنجا همکاری کردم با آقای معروفی در گردون و مسئله دست سوم یا نویسندگان به بخت انقلاب و بعد از انقلاب رو تح کردم که به دلیل یک ادعای فرهنگی و یک سکوت طولانی ده, ده ساله این حالت وارسته بودن هیچ دو اثری منتشر کنم و هیچ دو چهره از خودش رو به جابه ارائه بدن و جابه بی پیداشت که به واقع هیچ نویسنده جدیدی یا یعنی شاعر جدیدی وجود نداره و همون چهار نفری که در قبل از انقلاب بودند هستند که در این رال و بقیه هم که مهاجرت کردند بعدی هیست در طی این سالها من که در بودم که جلسات و اسفحال نشست های و حال چه نعمتی است و چه سرمایه است برای کسی که علاقه به یادگیری است و علاقمند به تجزیه و تحلیل اثره و با انتقاد درست روبرو شدن و کارش رو به اصطلاح کنه و سیقل بده هرگز فراموش نمی کردم که می این جلسات باز هم ادامه پیدا کنه و بر تهران باز هم من در این جلسات شرکت می‌کردم که باز هم بهبر اصلی همه اونها هوشنگ گلشیری بود و بعدها مشهورترین جلسات جلسات پنجشنبه بود که بیشتر داستان نویسان جوان یا مدرن تهران در اول شرکت میکرد و بر هم شرکت می و از کارهایی که در این فرض بگیرید دوران گردون به خصوص با همکاری با آقای معروفی من انجام دادم انتشار منشور کانون نویسندگان بود و دعوت به احیای کانون نویسندگان و راهجویی و یک شکلی کنال زدن فضا رو باز کردن برای فعالیت مجدد کاران نویسندگان ایران که بل از سال 56 بودم و در تمام وقاطع انقلاب در آن شرکت میکردم و در بجله ایران هم فعالیت های کارون نویسندگان رو باستاب داده بودم هنوز هم به این فکر با من بود به خصوص که همیشه هم در کنار گلشری بودم با او هم همیشه مشغله و مسئلهشی بود که گوله دو دوباره کارون نویسندگان رو فعالیت کنه و در واقع این جلسات کوچک داستان خالی و داستان شعر و همسال هم رو او رو سکوی پرشی برای احیای مجدد کارون نویسندگان بدانست خب در این فاصله همراه شده زمان فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم با رسیدی به زلزله رودبار در این مقطع زمانی و من در آنجا اینجا با مشورت چند تا از دوستان از جمله محمود دولت آبادی بعد از سالهای بسیاری که نویسندگان دور هم جمع نشده بودند من تمام نویسندگان از هر جناحی یا هر موضعی که داشتن هر نوع اندیشه و ایدولوژی که داشتن به بهانه زلزله رودبار در خانم دعوت کردم و این آغاز فعالیت علنی به اصطلاح نویسندگان برای احیای کانون نویسندگان بود که اون جلسات به در یازده روز به طول انجامید و حیات پنج نفره ای از تویش از بین افراد انتخاب شدن و این ادامه پیدا کرد تا آمد دیم جلوتر من رفتم مجله منتشر کردم به نام تکاپو که او هم بجله بود که چندی بار منتشر شده بود و دیگه اصطلاح حیز انتفاع افتاده بود من دو مرتبه پذیرفتم که این رو سردبیری کنم و این بار به دلیل تجربه های گذشته به ویژه تجربه دنیای سخن که سرمایه گذار بارو مجبور کرد به تعطیلی مجله این بار خودم سربای گذاری مجله رو به عهده گرفتم و شرکتی رو به ثبت رسیدم به نام آرست و مجله بود یکی از کارهای شرکت آرست سربای گذاری شرکت آرست مجله تکاپو رو در و مجله تکاپو که روز هم هر روز از آن صحبت زیاد می شود نقش ای رو در اون زمان بازی کرد و به عهده گرفت و نویسندگان بردسه اون دوران همه در اون همکاری میکردند و از به کرد بیزه گردی گذاشت به نام بیزه گرد کارون نویسندگان بین نویسندگان بردسته آن زمان در تهران یا به طور کلی در ایران و هر بار چهار پشت نویسنده می نشستن و, و پیرامون شرایط فرهنگی روز و به چگونگی احیای کانون نویسندگان بحث میکردم و من اینن این رو منتشر میکردم و در کنار اون و جددن جلسات کانون نویسندگان شکل گرفت که این زمان مصادف هست با دستگیری آقای سیدی سیرجانی و من یکی از آن سیزده نفری بودم که نامه ای رو منتشر کردیم و در واقع به یه قضایی رو ارسال کردیم که آقای در اعتراض به دستگیری سعیدی سیجانی و خواستار این شده بودیم که او رو بروان یک نویسنده و و نویسنده با کنید و نه به عنوان یک بوتاد یا قچاخچی و آغاز درگیری های بل و دوستان بود با معوران عملیتی جمهوری اسلامی و بعد این تداوم پیدا کرد که به متن 134 نویسنده که باز من یکی از الهیت هفت نفره تدبیر و گرداوری امضا برای این متن بودن که باز برای در تداوم خودش مشکلات ای رو پیش ورد و جدا, جدا از به خاطر به ویژه سر های تکاپو و یا به ویژه سر گرد های تکاپو بازجویی می شدم حالا این ارتباط بیشتری پیدا کرده بود و این درگیری و رفت آمد ها بیشتر شده بود که تداوم پیدا کرد به اه برگزاری اه ارزم به خطبه تو 120 سال دیبای رو ما اونجا برگزار گذار کردیم در ساوه در ساری بازار و بعد اون داستان اتوبوس ارمنستان پیش آمد که به بیسنده از بل ارمنستان با نکه ای در شمال با ریز در شمال تماس گرفته بود و از او گفته بود که ما به یک کسی احتیاج داریم که بتونه یک گروهی رو بیاره به اربرستان کارون اتحادیه نیمسندگان اربرستان خواستار یه همچین داد و ستد است و با من مشورت کردن و ما بعد از به هر حال و سوق به این قضیه و تحقیق کردن نخواهی اولیه به این چی که خب مشکلی هم نیست و ما میتوانیم این رابطه فرهنگی رو برقرار کنیم و قرار بود سی تا از شاعران و نویسندگان زمان رو بر به اصطلاح پیشنهاد بدم و اسمشون رو بدم به سفارت عربستان در تهران که او برای اتحادی نویسندگان بفرسته و یه بگیره و ویزا بده و ما سی نفر با اتوبوس حرکت کنیم به سوی ایروان از مرز ایروان عربستان از مرز جرفا که البته داستان این پرسش پیش بیاد که چرا با آپیما نه و با اتوبوس به در این کدار رو به ما گفته شد که دوستی که در تدارکات بود گفت که حقیقت هفته یک روز هواپی ما به این روال میره و خب طبیعی بود که ما نمیتوانستیم با او بریم برای که ما سه روز بیشتر به احوال نبودیم و یک روز باید میرفتیم و یک روز باید برمیگشتیم و از آن طرف هم دوستان گفتن خب هم سیر هست و هم تماشا و مسیر زیادی هم نیست که خب بعد ها معلوم شد که بعد از اینکه اتوبوس باش با شانس بزرگی آوردی و به که دره نرفت در گردن یه حیران معلوم شد که همش طرح و توته نظام جمهوری اسلامی بوده و این همکاری رو با چند نفری در ایروال کرده بوده است از جمله همین نویسندگان اربلی در ایروال و با احتمال زیاد سفارت ارمنستان که به هر حال به قول معروف یک شبه از شر ما راحت بشن و با همه نویسندگان یک شبه مثلا در تایی یک دره ای برن احتمالا یک اعضای او هم اعلام کنند و از شر همه نویسندگان راحت بشن و بتوانند اون طرحی رو که داشتند که طرح بسیار مفصل است و جای بحثش جاری است که از خودشان به اصطلاح نویسندگانی رو پرورش بدن و خودشان نویسندگانی رو در اپوزیسیون بیاورند به عنوان نویسندگان معترض و یک سابقه مثلا اعتراض و زندان و یه فراهم کنند دو بالایی بودن چون در واقعیت به این چیز رسیده بودن که در ایران که هیچ حزب و فعالیت نمیکنه و سازمان های فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی هم با همه بودجه ها که براش میذاشتن و همه چهره هایی رو که براش جذب میکردن هیچ اعتباری در جامعه به دست نایی برده بود و همچنان بخش به اصطلاح فرهنگی جامعه بخش بیدار یا سیاسی جامعه به دنبال همین ای بود که منتشر میشد صحبت و سخن نویسندگان بود و کارگزاران فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران فهمیده بودند که بله با هر کاری هم بکنیم با صدای الهاست که تعیین کننده است با صدای الهاست که باستاب پیدا بکنه در جامعه و باید شکلی به جای صدای الهاست صداهای دیگه بگذاریم که خب میدانیم که در همین فاصله از بیان ما بسیاری کشته شدن در در و خیابان ها یا در خانه هاشون که مشهورترین آنها احمد میرلایی است غفار حسینی حادثه اتوبوس حادثه اتوبوس مفسر یک داستان چند ساعت است که من آن رو در صد و خورده صفحه نوشته منتشر کردم و فصل مفصلی است از کتاب حدیث تشنه و آب روایت قطع های و نقش کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران او و فکر میکنم واقعا اینطوری بیان کردنش در این برنامه نگنج شاید بشود یک برنامه این مختصر که اتوبوس آمد کجا که اتوبوس بعد از براحل و تدارکاتی که انجام دادیم و حوادیسی که اتفاق افتاد اتوبوس آمد از طریق راه رشت بر حرکت کرد به سوی آسترا و به براز جلفا به این دلیل که با قرار بود تعدادی از نویسندگان گیلانی رو در رشت سوار کنیم از جمله نصرت رحمانی و با صالح ساله و چند تا دیگه و در از اون طرف به سوی آستارا رفتیم و در آسترا دیگه با خیلی دیر وقت رسیده بودیم طبق برنامه توتعه گرار ما باید چیز حدود ساعت یکنیم یک دوی بعد شب میرسیدی به گردنه حیران که گردنه بسیار مخفوفی است و براحتی ماشین ها به اون گردنه پرتاب خواهد شد ولی با چیز حدود ساعت چهار نیم پنج دو ساعت سه ساعت تاخیر اونجا رسیدیم و ناگهان حالا همه هم خابالود و وقتی که این اتوبوس یه گردن است که یه پیچ خیلی صد و چند درجه ای داره و وقتی که این اتوبوس داشت این به باید این پی می پیشید اینجا رالاده اتوبوس ای از اتوبوس پرید پایین سرعت و کم کرد پرید پایین و البته که کم هم سرماله ای بود و اتوبوس چند بسری رفت و خاموش شد و با این شانس اووردیم که اتوبوس خاموش شد که خب البته این تو هم بود با ترس و لرز و عدم تجربه اون خسرو رالنده که بعد در محاکمه شد و خب با همه سراسیمه پیاده شدیم و نگران رو از این حرفا که خود من و چند نفر از دوستان یک پیش زمینه ای هم از این توته دیگه پیدا کرده بودیم و همه شوشیار بودیم که چگونه می جلوی توطئه رو بگیریم چرا چه قفار حسینی به من گفت که من اون طرف ها رفتم اون طرف ها رو می و اتوبوس شما رو می در گردنه های حیران آن طرف مرز جلفا و در اون گردنه ها که بزرگی شما گوشتون خواهد بود و اینا هم بگن آقا ایلا در خارج از کشور همه به اصطلاح تصادف کردن یا کشته شدن و ارمنستان هم در چنان ضعف و زبوری اقتصادی سیاسی به سر میبره و چنان محتاج نظام جمهوری اسلامی است که هیچ نوع حرف و اعتراضی نخواهد زد که واقعیت هم همین بود در اون بقتا. که ارمنستان به نور شب به قول سفیر ارمنستان به ایران احتیاج بود احتیاج داشت و این شکلی درجه پس ما در میان این باور و نیم باوری شار شدیم بود موقع و همون موقع چند تا کامیون را کامیون با اتوبوس ایستادن و وقتی ما واقعی رو گفتی به ویژه را ها و کامیون ها گفتن که نه یه طبیعی است ما را لدگان اصلا بدونیم که خود اون باشه وقتی که هنچی یه خواب بیدار بشی و ببینیم مثلا در, در, در این چیزی هستیم بپریم پایین و او خسرو هم همین رو میگفت گفت من یه بیدار شدم دیدم در درم از وحشت پریدم پایین حال میخوام این رو ارز کنم که در اون شرایط ما, نا... ما دوباره همه سبار شدیم و البته با هوشیاری بار چرا که دو تا از نویسندگان در اتوبوس پشت سر آقای خسرو استاد که مبادا دوباره به سرش بذاره کاری بکنه و او البته همین کار رو باز کرد مطای محسنی بار باشید و گذاشت اوتوبوس رو در درده گاز مفصلی بهش داد چند به دیگه رفت و پرید با جردادر پایی که دو حرکت ایجا شد یک دوست من. که امروز در این طرف ها زندگی میکنه بس توفال با اون جسی کچکیش خودش انداخت روی فرمال و چرخون و آقای شهریار مدنی پور هم که این طرف ها هست ترمز دستی رو کشید با یه احوال اتوبوس رفت تا نه به دره و کف اون به یک سنگ گیر کرد چرا چه با دیگه از در جلو پیاده بشیم برای که حالا لحظه که بود که اتوبوس سرنگون بشه و همه از پنجره ها چیزا پیاده شدیم یا بعدا در اتوبوس که بعد عقب اتوبوس که بستود بود با بقداری ساک و بار و از این رو باز کردیم و پیاده شدیم و چند ساعت بعد حل شده بود که فکر کنم بوده یک ساعت بعد نیروهای عبیتی اونجا حاضر شدن و گفتند که با خبر پیدا کردی با هلیکوپتر خودمون را رسوندیم به شما که ببینیم چه اتفاقی افتاده برای نویسندگان مملکت و بعد البته خب اینها که عرض میکنن ما بعدا دریافتیم که اینها در تمام طول راه با اتوبوس با دو تا ماشین یک بنز و یک پژو اینا همراه ما بیا بدن و منتظر حادثه بودند که احتمالا اگر که کسی مثلا به جال هست و یا زنده بوده، مثلا با تیرهای خلاص شرشو بکرند و و واقعی بود و بالا در اون کتاب هم نوشتم در روایت قتل اتوبوس ارمنستان که در همون کتاب حدیث تشنواب هست که با حیات ما را واقعا بدیون یک افسر قیور جالدرمری هستیم که حاضر نشد ما را براحتی تحویل آقای حاشمی یا کازوی به شخص عبدیتی و معامل آقای سعید امامی بده و تا اینکه بارا چند ساعتی در پاسگاه آسترا نگه داشت بعد از اینکه به هران پرونده تشکیل داد ما تحویل ایلاقای آقایان امنیتی داد که خب در آنجا ما در سازمان امنیت آسترا در کنم 48 ساعت یا 24 ساعت یا دا نیست دقیقا اونجا محاکمه شدیم و اونجا داستان مفصلی داره که بعد آزاد شدیم و همه ما تعهدی گرفتن که دیگه تحت هیچ شرایطی دور هم نشیم صحبتی از منشور کانون نویسندگان نکنیم و هر کسی بررسی خودش و زندگی خودش و در اون تعهدی بود که چنانچه شما به هر شکلی دوباره کانون نویسندگان یا منشور کانون رو بیان با کردید یا جای اعلامیه دادید با شما را به اداره برکرات به در ستاد مواد مخدر و حرفا تعذیرات معرفی خواهیم کرد که شما مواد مخدر داشتید قچاخچی عرض بودید قچاخچی تریاک بودید و شما رو 24 ساعته ادام خواهند کرد که واقعیت هم همین بود و به سرعت خیلی سخت میگرفتند و اونهای رو بلا راه رو به راه قاچاقچی حالا یا قاچاقچی بودن یا نبودن همینطور هر روز اداره تظیرات یا ستاد تظیرات اعدام می‌کرد این بود که از اینکه به فکر بیش از یک سال بعد خیلی سکوت شد بین بعد از داستان ارمنستان اتوبوس ارمنستان که بعد ما دوره آرام آرام به دور هم جمع شدیم و مسئله بلشور رو مطرح کردیم و کالور رو وطرح کردیم تا بخته دوم خرداد که تکاپو به دلیل انتشار مجله ماهنامه تکاپو به دلیل انتشار متن 134 نویسنده و امضای اونها گزارش هیئت برگزاری مجمع عمومی کارون نویسندگان گزارش هیئت تدوین و گردآوری ابزای متن 134 نویسنده به این جرم انتشار به انتشار منتشر کردن به جرم اینها توقیف شد و علت انتشار این،, انتشار این بود که در اون زمان جمهوری اسلامی یا کارگزاران فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی برای باور بودند که این 134 نویسنده یک سببشون فریب خوردن یک سببشون قابل اصلاح هستن و یک سببشون هم مفسد و فعل عرض هستن و از به برن که همین فعالیت رو هم شروع کردن الوا و اقصاب برچسب ها و توته به ما نسبت دادن با بستگی ها رو به ما نسبت دادن و تعدادی از نویسندگان سرشراست و یا غیر سرشراست رو مادار کردن که بیاید امزه هاشون رو پس بگیرن و به ما تهمت و افترا بزنند که ما ناگذیر اون ها رو باید منتشر میکردیم که همه اصطلاح جامعه فرهنگی و مخاطبین ایران بدارند که بر پشت واقع چطوری بوده چگونه امضاها فراهم شده و در یابد به طور غیر مستقیم که این همه این توته کارگزاران فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی است بعد از اون که به دنبالش بیدارید که انتخابات آقای خاتمی دوره پایانی آقای هاشمی تمام بیشه آقای خاتمی شروع بیشه و فضا دکی باز بیشه و در اون همزمان با باز شدن این فضا و انتخابات ایشور و برنده شدن ایشور یک سری طرح و توته مجددن دنبال میشه و به دنبال یک تره و توته که حالا باز مجدد با مداومت داریم باز پس میدهیم به دلایل مختلف و فکر میکنیم که حالا دیگه وقت اون هست که دو مرتبه فعالیت کنیم برای جمع آوری به اصطلاح و مجمع عمومی و کانون رو به طور علنی و رسمی کانون نویسندگار ایران به طور علنی فعالیت کنه و محلی را برای خودش داشته باشه با شش نفر به اصطلاح که از هیئت گروه مشورتی کارون نویسندگان بوده دستگیر بشه بازجویی بشه بازداشت بشه و بازجویی بشه توسط کسی به نام قاضی احمدی ولی آقای قاضی احمدی بعد از روزهای بازجویی به شخص خود و برمیگرده بگرده بگه که شما دادگاه تمام شد شما مفسد فرعرس هستی اما با شما رو آزاد میذارید برید که شما و دوستان شما را مثل سک در کوچه و خیابال ها بکشیم که هم ملت در سبرتی پیدا کنند و هم, هم شما قهرمان نخواهید باشید که به هر حال با به اتفاق دوست داره دیگه همش فکر میکردیم که چه باید بکنیم و من خاطرم هست که من مختاری در بیشیال در دفتر سابق من جمع شدیم و این ای واقعه رو به صورت دعاوه سرگشاده نوشتیم و برای آقای خاتمی فرکس کردیم که شما مجری قانون هستید و یا یعنی تحت دادگاه را برای ما تشکیل دادند دادجوی و ما رو به همچه چیزی محکوم کردم و شما هوشیار باشید و بعد از آن بعد که همزمان هست با آزادی فرج سرکوهی من رفتم با جله آدینه رو سردبیری کردم تا بتوانیم در برابر این طیف گسترده نشریاتی که معروف هستن امروز به اصلاح طلبان یا دوم خوردادی ها به ما نیز حرف خودمان را بزنید و در شماره دوم آدینه این منشور رو منشور کارون و دعوت به مجمع عمومی رو منتشر کرده بودم که به همین دلیل هم ما مفتد فلعرض شناخته شده بودیم که شما همچنان دارید فعالیت میکنید که همزمان با این ترخ و توته و مسائل شکلی و این سایه ای که مدام رو ما بود متاسفانه یک روز صبح در این همزمان بود به دو هفته ای که من در تدارک سفر بودم برای که به به مناسبت پنجامی سال اعلامی حقوق بشر به اسلو دعوت شده بودم که یک روز صبح خانم بریای بختاری به من زد که دیشب محبت خانه نیمد است و من فهمیدم چه اتفاقی افتاده افتاده و نگران رو با دوستان دیگه در بیال گذاشتم و در همون فردای اون روز یا همان روز بک بکنم بزرگ داشتی برای شاعر حمید مصدق در کوی نویسندگان بود که من با که قرار بود در اون جلسه حرفی نزنم اعلام گم شدن مختاری رو کردم و فردا چون بلیت داشتم به اروپا اومدم و به اسلو رفتم و در اسلو شنیدم که متاسفانه هم محمد مختاری و هم محمد پوینده کشته شدند و لیست های منتشر شده که در این لیست ها اسم من یا بر اتفاق یا بر در نفر اول هست و یک لیست شش نفره بود یک لیست ده هفته نفره بود یک لیست ساده شش نفره که در همه آنها اسم من بود و اینجا متوجه شدم که واقعا دیگه راه بازگشت نیست و امکان بازگشت نیست و از آن زمان تا امروز که نزدیک ده سال به در دسامبر چند ماه دیگه بیش ده سال من در این ده سال در تبعید زندگی کنم که اجازه بدید حالا من یک چای بروشم بعد با در خدمت شما بخش زندگی در تبعید رو عرض کنم بله بله پیش از اینکه زندگی در تبعید رو آغاز کنم ولی در ایران چندین نمایشنامه رو نویسندگی و کارگردانی کرده بودم نزدیک به 20 نمایشنامه کوتاه و بلند نوشته بودم روبال محاق رو منتشر کرده بودم روبال آداب زمینی رو منتشر کرده بودم مجموعه داستانهای واهمه های زندگی خواب صبوهی و تبعیدی ها و واهمه های برگ رو منتشر کرده بودم دو مجموعه شعر سالهای شبنم و ابریشم شب از به خدمه تو و مفهوم دیگر علف با از من منتشر شده بود و به ویژه مجموعه باشنامه ها رومان راز بهار خواب داستان زانیه و چند داستان دیگر و از بل توقیف شده بود در وزارت ارشاد مبلول انتشار شده بود و وقتی که بر آمدم به زندگی در اروپا رو شروع کردم در واقع چند کتاب منتشر نشده بودم که امیدوار بودم نشده داشتم که امیدوار بودم در اینجا منتشر بشه و تجربه سردبیری چهار نشریه شراخته شده که هم توقیف شده بودن چنانچه سردبیری آدینه رو که داشتم وقتی که آمدم اینجا حدود فکر کنم دو ماه بعد اون مجله هم توقیف شد مجله معروف آدینه و و هر حال با این پشتواره به دوباله ای بودم که چگونه میتوانم کار کنم به دلیل زمانی که من آمده بودم و شرایط ویژه که برای آمده بودم به خارج و کشته شدن این دوستان من و به روی کار آمدن آقای محمد خاتمی یک امکانی بود که مرتب من رو در کشورهای مختلف هم بس اروپایی ها یا ایرانی ها دعوت میکردم و من نشست های زیادی با وزارت وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی داشتم یا با, با کمیسیون های پارلمانی اروپا و شهر ما رو برای دوستان میدادم و بعد از مدتی که سفر کردم سرانجام به اسلو بازگشتم و در اسلو با یک نهادی به نام بنیاد آزادی بیان همکاری کردم که در اون زمان داشت یک دارت المعارفی رو تدبیر میکرد به نام المعارف مع... سانسور جهان که به زبان گلیسی منتشر شده است و هدیه شده به کتابخانه اسکلدریه و شازده نویسنده از شازده میلیارد در اون دارت المعارف همکاری کردن هر کدوم بخش کشورهای خودشون رو و بعد بخش سانسور در ایران رو نزدیک هش ماه اول با این مؤسسه همکاری کردم بعد که کارم تموم شد به عنوان نویسنده مهمان به شهری دعوت شدم به نام شهر استوانگر که امروز شهر فرهنگی اروپا است در سال 2008 و یک سال اونجا سرگرم کارهای خودم شدم و توانستم کتاب های منتشر نشده مثل همین راز بحارخا و زانیه رو در انتشارات آرش استوکول منتشر کنم و بعد به من پیشنهاد چند تا کار شد از جمله تاعت و من پذیرفتم که تاعت کار کنم اونجا یک گروه مستقلی برای خودم تشکیل دادم با اولاد پیش های حرفه و ای کار کردم و یا جالب برای شما بگم که در آقا سوال ها فکر میکردن که من وقتی که میخوام تاعت کار کنم میخوام تاعت به زبان فارسی کار کنم ولی من گفتم نه و به زبان نروژی کار خواهم کرد و از طریق هنر زبان سخت نروژی رو تا حدودی یاد گرفتم و چندین تاعت روی صحنه بردم که خوشبختانه یکی بعد از دیگری با فقطر از قبلی بود و چند نمایشنامه بسیار درخشید مثل ای از یرمای فدرکو گارسیا لورکا که البته من آن رو بازنویسی کرده بودم تغییر داده بودم و خیلی وزنه سنگینی شد و استقبال بسیار بسیاری شد و در این فاصله ها هم البته من همچنان کار میکردم برای خودم روزها رو صرف تاعت میکردم و شبها تا نزدیک های چهار و پنج صبح که همیشه عادت دارم کار کنم روی کارهای خودم کار میکردم و اونجا چندین داستان نوشتم مثل داستان آواز خاموش تبیدی ها و مثل رومان عشق های شیطان که تبابی روبان حاصل تجربه زندگی بر در تبعید هست و نشست و ها با بلیت های مختلف بعد روبال کوتاه كوتا تسریس جادو رو کار کردم که او هم لوکیشن در واقع بکان و آدمها در همان شهر محل زندگی من اتفاق بیفته و در کنارش هم شدن تاعت من در مجموع هفت تاعت به روی صحنه بردم بعد از دو سال شدم مدیر هنری همون تاعتر سلبرک که در واقع بله یا مؤسسش خود من و گروه بودیم که طبیعی است که با بودجه وزارت فرهنگ نروژ و اداره فرهنگ استواگر و شهرداری استواگر استرا بودجه بگرفتی و این تداوم داشت تا سال 2006 که بعد از اون من دیگه به دلیل مشکلات بسیار و به ویژه آزاد شدن از این مسئله تاعت و به کار شخصی رسیدن او رو رها کردم و در این فاصله همین کتاب در واقع نوعی خاطرات یا نگرش بل به کارنامه کانون نویسندگان یا به طور مشخص جامعه روشن و نویسندگان بود که بررسی من از سال 1350 رو در بر می گرفت تا سال که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود یا در آخرین روزهایی که من در ایران زندگی می که هم به زنجیری پرداختم هم به چگونگی روند کارون نبیسندگان پرداختم چگونگی قطعها، دستگیری ها، و پرازن و ضعف‌ها حسر و حسرا و یک کار رو نشان دادم و چند داستان دیگه نوشتم دو نوشنامه به زبان نروژی به کمک هنر پیشه ها نوشتم و آخرین کاری که بعد از این دوره کردم یکی بررسی تمامی آثار ایپسر هست که به مناسبت صدومین سال برگ ایپسر اون رو کار کردم که در سراسر اروپا جشن بزرگی برایش انجام دادن و همه این کشورهای دنیا به حال در این به جشن یا این سمینار یا این بزرگ داشت همکاری کردند و من توانستم کتابی رو با بودجه که در اختیارم داشت گذاشتن بنویسم در 600 صفحه به نام پراسوی بعد پراسوی شگرد بررسی آثار و زندگی هنری کیپسن که این تنها کتاب منه که به دلیل همین دو تخصصی بودنش در ایران چند ماه پیش بدون سانسور منتشر شد طبیعی است که در این فاصله ها زندگی در طبیعی من سخرالی بیش از پنجاه سخرالی در زمینه فرهنگ و ادبیات و سیاست انجام دادم و مقداری از این مقالات رو تحت عنوان کتابی به نام ایران ایرانی و ما منتشر کردم آخرین روباری که از بل منتشر شده که همین چند در سال 2000 آغاز فاربیه 2008 منتشر شده روبار دهان خاموش هست که روباری است که بقتع انقلاب رو زندگی قبل و بعد از انقلاب یک خانواده رو بررسه میکنه که این خانواده است از کل جابه ایران که این انقلاب چه بلاهایی سرش آورده است و البته خب چندی بجبه شعر آماده انتشار دارم یک بجبه داستان آماده انتشار دارم و آخرین بجبه شعری که از من منتشر شده که اولین بجبه شعر یا شعرهای در تبعید هست اسمش هست پنجره رو به جهان که خود اسم نشان میداد که من نگاه دیگه پیدا کردم وقتی آمدم اینجا در اینجا فرصتی به دست آوردم که مجددا تاریخ ایران را از طریق ادبیات ایران بررسی کنم و مطالعه از این زمانی که هستم شروع کردم رفتم تا دوران پیش از هخامنشیان و با بازخانی گاهار زرتشت بر به اندیشه رسیدم و آگاهی رسیدم که ما دارای یک جامعه چند ملیتی چند فرهنگی چند صدایی چند عقیدتی بوده ایم که از طریق عیش زرتوش کار میشه که اون حاصل و جامعه چند ملیتی دوران حقابلشیان هست و بعد این تداوم پیدا میکنه بیاد بر دوران ساسانیان و دوران ساسانیان دین و دولت یکی بیشن و با نهزت بالوی که نهزت بسیار بزرگی در دوران خودش هست جامعه ایران به درستی جامعه تکخردی، تک, تک فرهنگی و تک نگرشی میشه و این در دوران بعد از اسلام شک میگیره و فرهنگ اسلامی به نام فرهنگ مانوی به نام فرهنگ اسلامی و در تداوم فرهنگ شیعه شکل خودش بیابه و در عرفان ایرانی تجلی پیدا بکنه که شاخص به اصطلاح صنایع و عطار و بولوی هست در واقع من به یک تحقیقی و یک نگرشی رسیدم که اسم آن رو گذاشتم جستجوی خرد ایرانی و یک کتابی رو در حال نوشتنش هستم که مقدار زیادی از آن رو نوشتم حدود 400 صفحه هست که ادبیات ایران رو اندیشه ایران و خرد ایرانی را از این از این سو، از دریچه نگاه بکنه که چهره های برجسته با چه کسانی هستند که این خود بحث مفصلی است که در و دیگه دیگه میتونم در خدمت شما باشم و همون چیزیست که من بابتش به این طرف ها دعوت شدم و در هفش کشور شهر از این دو کشور بزرگی کانادا و آمریکا بد سخنرانی و پیرامون این مسئله بوده است تشکر از حضور شما در و توضیح خاطرات خاطرات به نظرات تشکر بکنم. من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتی تو شود سیاه